نام خدا و بارد سلام. به تازه ترین رویدادهای خبری بلخ و شمال افغانستان خوش آمدید. امروز یک شنبه 22 جدی سال 1398 خورشیدی است. در نخست سرخط خبرها. راه‌اندازی کمپاین بلخ امن نیست از سوی کاربران فیسبوک در شهر مزار شریف. دزدی های مسلحانه، سرقت های مسلحانه جان های عزیزشان از دست میدن. برای اساس ما این کمپاین راه‌اندازی کردیم. افتتاح 7.37 کیلومتر جاده در ناحیه دهم شهر مزار. 7.73 کیلومتر سرک افتتاح کردیم و 11.69 کیلومتر جوچه بود. و اعتراضات در ایران در پی هدف قرار دادن هواپیمای اوکراین از سوی سپاه در آن کشور. مشروع خبرها. افزایش جرم‌های جنایی در شهر مزار شریف سبب شد تا شهروندان مزار شریف کمپاین را تحت نام بلخ امن نیست در شبکه اجتماعی فیسبوک را اندازی کنند. باشنده‌های مزار شریف می‌گویند از دزدی‌های روزمره که از سوی افراد مسلح زورگو در سطح شهر مزار صورت می‌گیرد، به سطوح آمده و برای توجه مقامات بلندپایه جهت اقدام بر کاهش جرم‌های جنایی این کمپاین را راه اندازی کردند. همکارم جواد مرادیان گزارش دارد. مزار شریف که در گذشته امنیتش زبان زده مردم بود و الگو برای سایر ولایت ها، حالا دیگر امن نیست. حضور افراد مسلح غیر مسئول در داخل شهر، وسایط بدون اسناد، دزده های خیابانی و حتی قتل های پیهم در شهر مزار به یک امر عادی مبدل شده است. در پی افزایش جرایم جنایی در شهر مزار شریف، شهروندان این شهر کمپاین بزرگ را تحت نام بلخ امن نیست را اندازی کردند و از نهادهای امنیتی می خواهند تا توجه جدی در امنیت شهر نمایند. دزدی های مسلحانه، سرقت های مسلحانه جان های عزیزشان از دست می دهند. برای اساس ما این کمپاین را اندازی کردیم که تا باشد که مسئولان امنیتی، نهادهای محلی بلخ در این راستا یک تلاش جدی داشته باشند. الان روز به روز وضعیت امنیتی بلخ وخیمتر میشه، سرقت های مسلحانه بیشتر میشه، قتل های زنجیره‌ای روز به روز بیشتر میشه و همین خاطر این کمپاین رو اندازی شده. بیشتر جوانان با خود من اصلا مشاهده کردیم که بیشتر جوانان در حینی مثلا رفتا در حینی یک کار داشتن، باعث یک تلفن، یک 50 روپیه که در جیب داشتن، یک صد قران اونها را باعث رد کوب کردن، یعنی که حتی باعث منجر مرگ از اونها شدن. بانوان در شهر مزار شریف بیشتر از مردان آسیب پذیرند و دزدان موترسایکل سوار براحتی گوشه های همراه و کیف هایشان را می رو بایند. به گفته بانوان، پس از افزایش جرم های جنایی در شهر مزار شریف، آنان دیگر نمی توانند با خیال راحت برای خرید به شهر بروند. ما ناامنی های زیادی را در بلخ مشاهده کردیم و می قسم که همگی اطلاع دارند ما نمی تانیم در حتی بعد از شام، یعنی راحت بیرون بریم و بعضی ضروریات خود رفع بسازیم و همی قسم در چند روز اخیر ما مشاهده می کنیم که در طول روز هم ما موجب بعضی ناامنی ها هستیم. آمارهای پلیس بلخ نشان می‌دهد که در یک ماه گذشته بیشتر از 70 مورد رویداد جنایی در شهر مزار شریف از سوی پلیس به ثبت رسیده است. فرمانده امنیه بلخ می‌گوید پلیس بیش از 60 تن را در پیوند به جرم‌های صورت گرفته بازداشت کردند. فرمانده امنیه بلخ در پی این کمپاین از تلاش‌ها برای کاهش جرم‌های جنایی و افزایش گزمه‌ها و ایست‌های بازرسی خبر داده است. در کل میتونم بگم که تقریبا 76 قضایای مختلف نوع از قبیل قضایای جنایی، سرقت، مواد مخدر و تروریسم در این ماه ما به دست آوردیم و این دستاوردهای ما هستند. روز گذشته شمار زیادی از شهروندان مزار شریف به شورای ولایتی بلخ رفته خواهان اقدام فوری نهادهای امنیتی برای تامین امنیت مطمئن شهروندان شده، از نیروهای امنیتی خواستار برخورد جدی با باندهای تبهکار جهت کاهش جرمهای جنایی در این شهر شدند.
برنامه میثاق شهروندی به هزینه بیش از 30 میلیون افغانی کار کانکریت ریزی 7.73 کیلومتر سرک در گذر اتحاد شهر مزار را به بهره برداری سپرد. باشنده های محل که در این پروژه سهم 40% داشتند از رفع مشکلاتشان سخن گفته و از تطبیق چنین برنامه ها استقبال می کنند. مسئولان برنامه میثاق شهروندی می گویند قرار است در آینده نزدیک کار بیش از 100 پروژه زیربنایی دیگر در شهر مزار شریف افتتاح و مورد استفاده مردم قرار گیرد. بهره برداری 7.73 کیلومتر سرک در گذر اتحاد شهر مزار شریف. برنامه میثاق شهروندی به هزینه بیش از 30 میلیون افغانی و 40% سهم مردم در این ناحیه جاده ها را کانکریت ریزی کرده اند. پروژه را که فعلا ما شما شاهد افتتاحش بودیم در کارته وحدت گذر اتفاق نوعی دهم شهر مزار شریف موقعیت داشت و ما امروز تقریبا 5 شورای محله پروژه شبه بره برداری سپردیم که در یک گذر افتتاح شد. مقدار عمومی سرک را که ما در اینجا بخیر افتتاح کردیم 7.73 کیلومتر سرک افتتاح کردیم و 11.69 کیلومتر جوچه بود. پول مجموعی پروژه ما در حدود 31 میلیون و 892 هزار افغانی هزینه شده بود که با کمک و همکاری و سهمگیری مردم عزیز امی کارته که کارته اتحاد ماست. مسئول برنامه میثاق شهروندی در ولایت بلخ میگویند همکنون کار ساخت صدها پروژه دیگر در 4 ناحیه شهر مزار شریف ادامه دارد و قرار است برنامه میثاق شهروندی فعالیتش را در سایر نواحی شهر مزار گسترش دهد. برنامه ملی میثاق شهروندی برای مدت 10 سال دیزاین شده، سایکل اول ما قرار است که در نیمه سال 2020 به خیر تکمیل شود که 4 ناحیه را ما تحت پوشش داشتیم، ناحیه 7، 8، 9 و 10 و ان شاء الله قرار است که برنامه به وسعت پیدا کنه. ناحیه دیگر ما تحت پوشش گرفتیم، ان شاء الله خواهد گرفتیم. باشنده های ناحیه 10 شهر مزار شریف که پیش از این با مشکلات خرابی جاده ها در این محل مواجه بودند از تطبیق این پروژه اظهار خرسندی می کنند. همی سرک ها را که برای ما کانکریت ریزی کردن البته با همکاری خود همی مردم منطقه که یک محیط پاک داریم، یک محیط بسیار زیاد آزاد و بسیار زیاد خوب. در حقیقت برنامه ملی میثاق شهروندی یک برنامه بنیادی است که برای تمام کسایی که فعلا برشان شورا ساخته شدن در حقیقت یک دولت کوچک ساختن. این مردمی که در محل زندگی میکنه توشنه و گشنه همچنین روزی بود که الحمدلله ما مستفید شدیم ازش. بازم پیش از این قدی لیگون بودیم، آلی سرگا پخته شد فضل خدا. دیگه ما از دولت، از این کارمندای دولت بسیار تشکر. برنامه میثاق شهروندی در شهر مزار با ایجاد 150 شورای انکشافی و 30 شورای گذر همکنون روی صدها پروژه فعالیت دارد. مسئولان در برنامه میثاق شهروندی میگویند در آینده نزدیک کار بیش از 100 پروژه دیگر در شهر مزار شریف و بهره برداری سپرده می شود. حالا هم نگاه زودگذر داریم به چند رویداد مهم دیگر. مقام های وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرده است که بر اساس حکم رئیس جمهور برای کودکان قربانی منازعات مسلحانه در کشور یک مرکز حمایتی در کابل ساخته می شود. معین امور اجتماعی وزارت کار در نشستی که به منظور چگونگی رسیدگی به وضعیت کودکان آسیب پذیر و متاثر از جنگ برگزار شده بود گفت این مرکز حمایتی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی در هماهنگی با دیگر مسئول نهادهای دولتی در کمپ فنکس در کابل ساخته می شود. مسئولان محلی ولایت ننگرهار در شرق کشور اعلام کرده است که 50 زن و 80 کودک عضو گروه تروریستی داعش پس از شکست این گروه در ننگرهار به دولت پیوسته بودند، با عزت آزاد شده و به خانواده‌هایشان پیوستند. ولی ننگرهار میگوید این زنان و کودکان مربوط به جنگجویان پاکستانی عضو گروه تروریستی داعش بودند. این افراد بر اساس فیصله جرگی قومی آزاد شدند. پس از آن که مقامات ایرانی اعتراف کردند که هواپیمای مسافربری اوکراین بر اثر شلیک موشک سپاه سرنگون شده است، مردم در اعتراض به این عملکرد نظامیان ایران به خیابان‌ها آمدند و بر ضد مقامات این کشور شعار دادند.
پس از اعتراضات مقامات ایرانی در مورد شلیک موشک سپاهشان بالای هواپیمای اوکراینی، مردم این کشور دست به اعتراضات زدند و خواستار استعفای مقامات ارشد این کشور شدند. معترضان به جاده ها ریخته و با شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار محاکمه و استعفای مقامات رژیم ایران هستند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا معترضان در ایران را شجاع دانسته و از آنها حمایت کرده است. جمهوری اسلامی ایران پس از چند روز انکار سرانجام بر اثر فشارهای بین المللی اعلام کرد که سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین که به کشتن 176 نفر منجر شد به دلیل خطای انسانی بود و با شلیک غیر عمدی موشک توسط سپاه صورت گرفته است. تیاره شرکت هوایی بین المللی اوکراین روز چهارشنبه در نتیجه برخورد راکت اردوی ایران لحظات پس از پرواز از میدان هوایی تهران سقوط کرد. در نتیجه این سانحه 176 تن به شمول 10 شهروند افغانستان کشته شدند. تازه ترین رویدادهای ورزشی با حمید رضا برخی. عمران حیدری بازیکن ملی پوش افغانستانی به خاطر درخشش بی‌نظیرش در مسابقات از سوی باشگاهش تقدیر شد. عمران حیدری بازیکن خوشفکر افغانی الاصل در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال پولند برای تیمش اولمپیاد تا اکنون توانسته 12 گل در بازی‌های مختلف بزند. تا ضمن صدر نشینی در فهرست بهترین گلزنان این فصل همچنان از سوی باشگاهش مورد تقدیر نیز قرار می‌گیرد. عمران حیدری بازیکن ملی پوش کشور در رقابت‌های این فصل لیگ برتر پولند خوش درخشیده و عملکرد درخشانی داشته است که مورد توجه همه قرار گرفت. عمران حیدری در بازی‌های مختلف 12 گل زده و نامش را بالاتر از مرزیچ بازیکن تیم حریف درج کرد. عمران حیدری در مورد تقدیرش از سوی باشگاه در صفحه فیسبوکش نوشته: امروز از طرف تیم اولمپیاد تقدیرنامه و لقب پادشاه گل و بهترین بازیکن را دریافت نمودم. خداوند مهربان را شکرگزار هستم. اساس‌ترین بازی هفته 22 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال جزیره میان دو تیم فوتبال تاتنهام و لیورپول در ورزشگاه تاتنهام هاتسپر استادیوم و با حضور 61,023 نفر تماشاگر راه اندازی شد که سرانجام شاگردان کلوب به پیروزی 1-0 دست یافتند. در این دیدار که حملات دامنه‌دار آنفیلدی ها از دقیقه اول تا پایان ادامه یافت، روبرتو فیرمینو در دقیقه 37 نیمه اول گل پیروز و بخش تیمش را به ثمر رساند. البته مورینیو در این بازی بازیکنان مهمی چون هریکن، پوگولوریس، سیسوکو، ندومبله، دیویس و روز را در اختیار نداشت و اما بازی قابل قبولی را به نمایش گذاشت. لیورپول در حال این بازی را برنده شد که تا کنون در لیگ برتر بدون شکست بوده و از 22 بازی انجام شده تا اکنون 21 پیروزی و تنها یک تساوی به ثبت رسانده است و تا آن 49 گل به دروازه حریفان زده و تنها 14 گل دریافت کرده که در میان تمام تیم‌های لیگ برتری تنها تیمی است که کمترین گل خورده را در این فصل دارد. با این برتری تیم کلوب 61 امتیازی شد و اختلافش با تیم دوم جدول لستر سیتی را به عدد 16 رساند، در حالی که تاتنهام هم اکنون با 30 امتیاز در رده 8 ایستاده و با شاگردان کلوب 31 امتیاز فاصله دارد. حالا هم نرخ اسعار در بازارهای امروز کشور. یک دلار آمریکایی 77 افغانی 41 پول، یک یورو واحد پول اروپا 86 افغانی، یک درهم امارات 20 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 70 پول، هزار روپی هندی 1070 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 478 افغانی. پیش بینی وضعیت آب و هوای فردا.
مزار شریف برفی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین 1. کابل برفی، بلندترین درجه حرارت منفی 1، پایین‌ترین منفی 4. سرپل برفی، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 4. میمنه برفی، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 2. فیض‌آباد نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 4. طالقان برفی، بلندترین درجه حرارت منفی 1، پایین‌ترین 4. کندوز برفی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین 2. پلخمری برفی، بلندترین درجه حرارت منفی 0، پایین‌ترین منفی 7. شبرغان برفی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین 1. و ایبک برفی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین 2. از توجهتان به تازه‌ترین رویدادهای خبری این ساعت سپاس. وقت بخیر. خدا نگهدار.